سلام من شکنده تک خوش میمید به کانال خودتون من سایده جوله هستم میرم که کانال خودتون رو کاناله تکنولوژی امروز میریم سراغ آپدیت اخیر همستر که تو قسمت ولتش یه ولت جدید اضافه کرده دو تا بازی جدید برده آموزششونو داریم بعد از اون میریم سراغ داگز و برنامه جدید کانالم سریعا بهتون بگم از این به بعد بچه ها ویدیو ها دو قسمت میشن از این به بعد که میگم از روز شنبه است قسمت اول ویدیومون میره سراغ بات های تلگرامی آپدیت هاشون بات جدید معرفی میکنیم و تهش خدافزی میکنیم ویدیو رو میبندیم ادامش یه جورایی میشه یه ویدیو جدید دیگه که بحث گیمینگ فقط پس ویدیوهای گیمینگ از بات های تلگرامی از شنبه کاملا جدا میشن یه دسته اینه یه دسته اونه دیگه از هر کدوم که دوست داشتی کسب درآمد کنی همون تیکش رو نگاه کن این از این از همین امشب ویدیو رو که قرار میدیم به مدت نیم ساعت هر کامنتی که بذارید در جا جوابتون رو میگیرید کسایی هم که بعد از این تایم نگاه میکنن همچنان جواب میدیم و اما خیلی طول میکشه البته ممکنم است که دیده نشه اینا رو در نظر بگیرید پس نیم ساعت اول ویدیو تیم دتک در بس در اختیارتونه این از این قرار بزرگ ما هم تقریبا دیگه آخراشه که با جوایز چند ده میلیون تومانی برای ویو ورامون با یه بازی بزرگ داریم هماهنگ میکنیم دیگه طعمه مونده یه مشکل ریس پیش اومده اون حل بشه کاملا براتون اوکیش میکنیم یه بوجه کلوف کانال گرفته اصلا هدیه همینجور میباره از دتک اینم هم هدیه ما به شما منتظرش باشید So I have a coffee video, with Oh, it Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh خب دوستان بسم الله الرحمن الرحیم ویدیو امروز اونم شروع میکنیم و اما بریم سراغ همستر آپدیت جدیدش و دو تا بازی جدیدی که تو قسمت پلیگراند اومده دانلودشون میکنید بریم آموزش کلید گرفتن سری بهتون بدم همونجور که میبینید اینم مال کمپانی داکیه قبلا هم باشون همکاری کردن خب بازی که بالا میاد این شکلی اول بریم داخل ستینگ من گرافیکو ببرم بالا که بشه دید چی به چیه خب گرافیکشو بردم بالا چقدر شد پلیو بزنیم بریم داخل بازی خط داستانی داره میگه دیروز یکی است بزنیم سریم ما این بچه بازی ها نداریم تا بازیش به نظر جالب میاد انصافا خب توی اتاق این شکلی اولش میاین همون اول بسم الله هم سریعا عکس همستر براتون میاد چی میگه میگه داخل ایونت شرکت کن و کد تو بگیر این گوشه هم عکس ایونت اومده یه درصدی داره این باید بچا تا آخر بره تا کد به شما بده بریم بگیریمش اول بریم اسلحه اینجا اوکی کنیم اوپن همه چیز پولیه <تصفح> هیچی نمیگیریم برمیگردیم بی خیال بریم بیرون خب روی در میستید اینجوری روی این دسته میزنید بریم بیرون از خونه جوا رو باز کنیم یه اصلا اینجاست یه تبلیغ ببین خب گانو داد عجب گانیه حبت. روی این رفیقمون میزنیم خب میریم کنار این یارو که کنارمون بود یه میشن ازش بگیریم ریم سوار ماشین این بردر هم میتونید نگاه کنید میشنای دیگه بازی اینجان سوار ماشین بشیم ماشین سواری هم داره انصافا نسبت به بقیه بازی های همستر یه چیز دیگه است خیلی باحال برم تو بکوشیمش پولاشو ببریم پول بده پول بده پول بده پلیس بیا رفیق پلیس ریختن سرمون سه تاش پر شد همینجور که بازی میکنی میشنای بازی جلوتر میرن این درصد هم پرتر میشه من سریعا یکم دیگه بازی کنم خب هشت رو زدم ببین این گوشیت هم که باز کنی بهت میگه که چی کار کن بری تو قسمت کوست تیک 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 شد یازده تا یه دونه دیگه مونده خب تمام شد رو همستر کلیک کنیم کد اومد کپی بازی رو بیاریم پیسش کنیم ریدیم بله درست بود اوکی بود جنبندی رو بازی اول به شدت وقت گیر پر تبلیغ اما گیم پلیش واقعا فان باحاله یعنی یه بازی پیکسلی خوش ساخته اما خب اذیت میکنه دیگه خیلی طول میکشه الان برا من هلوش فکر کنم 12 دقیقه ای طول کشید تا کلید و انداخت اگه وقت اضافه داشتید یا عشق گیمید برید دنبالش اگه میخوان کلید بگیرید نه بازی های بهتری هم هست و بازی بعدی زوپولیس روی این حبابا میزنید وقتی میاد حباب دوم میزنید مرش کردنه بچه ها خیلی ساده چیزای بالتر میسازید اینو با این یکی میکنید سب سبک جالبیه عکس همستر هم این گوشه است باید چند تا رو مرج کنید باز بشه حالا بهتون میگم هم بریم جلوتر خب مرج بعدی بله صندوق چه بالی بود اینم مرج بعدی و یه دونش تیک خورد به این نهنگ که رسیدم خب مرج دو تا نهنگ جزیره بعدی باز شد اوکی هم استره دو تا دیگه داره یکی دیگه مونده خب و کلید و داد بالاخره کشت ما رو تا کلید و داد الان بهتون میگم چیکار کنید کپیش کنیم اول چکش کنم بازی زو پلیس خب اینم رسید یه کلید از این گرفتیم کلید از اون این چه جوری کلید میده بچا این بازی اصلا در از تپ تو یعنی شما اینا رو با هم دیگه مرج میکنی خب کمی کمی جزیره برات باز میشه جزیره بالاتر که میری سریعتر میتونی بری جلوتر روشون که کلیک کنی بهت به پول میدن نگاه کن بعد میری داخل قسمت کریچرز از اینجا میخریشون به جای اینکه اینم مرج کنی یه راست میری مثلا از این دلفینا میخری بعد برمیگردی تو جای قبلی جواره که بازگری دلفینا که توشن رو با هم دیگه مرج میکنی این بزرگا یعنی نهنگا که با هم دیگه مرج میشن میرن داخل این یکی جزیره تبدیل میشن به خرچنگ اینا هم خب مرج میکنی همینجوری میری جلوتر دیگه آپدیت را داره و چیزا دیگه هر دوتاشون تاشون اگه سری بخواین کلید بگیرید به نظرم اینا رو ادامه بدید اینا رو ریست نکنید چون که خیلی طول کشید تا کلید اولو داد اولین بازی که کلی تبلیغ داشت دومین دو بازی هلوش سه چهار تبلیغ داشت جفتشون انصافا تبلیغاشون رو حساب بود دیگه چون اردراپش نزدیک مجبورید انجام بدید دیگه بتون نمیگم انجام ندید نه آقا تا میتونید اتفاقا انجام بدید الان نه تا بازی داریم هر کدوم چهار کلید میشه 36 تا به اضافه یه دونه مینی گیم که میشه 37 تا کلید روزانه ما میتونید بگیرید اما همچنان من منتظر آپدیت بعدیشم آپدیتی که قراره با این کلیدا چی باز کنیم اینا رو باز کنیم قبلا براتون ویدیوشو گذاشته بودم تو کانال یوتیوب این ویدیوشه و جالب اینجاست که دو روز پیش طبق این افشاه باید این میومد که نیومد و با کلیداتون در از کارت باز میکنید کارتایی که پرافیتتون رو میبرن بالا یه حس بزرگی به من میگه اصل همستر همچنان رو همین میزان پرافیت نقد میشه البته اچیومنت و اینا هم مهمن ولی خب این پرافیت نقشش خیلی پر <متحد> دیگه که امروز اومد تو قسمت اردراپ بود بچا و قسمت ویدراک این بالا تایمر گذاشته شمارش معکوس تا لانچش همین الان که داری ویدیو رو میبینی احتمالا این کمتر هم شده 26 روز دیگه ما اردراپ رو میبینیم 26 روز و 20 ساعت دیگه در حال حاضرم ولت اوکی اکسچنج رو بهش اضافه کرده اونایی که اون ورابن میتونن از طریق این ولت زودتر از بقیه اقدام کنن احراز هویت نیاز داره این هم دقیقا مثل باتای دیگه هست. یعنی شما این تان ولت تو بهش کنی. همین تان کیپر خودمون رو کفایت میکنه گزینه‌ای که تو این چند روز میذاره 99 درصد همشون احراز هویتیان مگه اینکه مثلا کوینکس رو وز کنه اونم بعید به نظر میرسه پس این اوکی اکسچنج کسی انجام نده مگه اینکه بتونه احراز هویتش هم انجام بده بقیه‌مون هم خب همین تان ولت کافیه دیگه حالا ببینیم این آپدیتش میاد بالاخره که این کلیدا رو استفاده کنیم یا اینکه میره برای قسمت دوم اردراب چون قبلا هم همستر گفته ما دو تا داریم این میشه اردراب شماره یک شماره کادوش 90 درصد من میدونم میره برای طرف های کریسمس اصلا برای اون موقع کلی فکر کنم نقشه کشیدن برامون یه سوالی هم که الان تو ذهنتون هست آقا نکنه این واقعا اراز هویت بخواد ما نتونیم برداشت کنیم اینجا نوشته داخل توییت رسمی که زده نمیشه اگه شما ولت اوکی اکسچنج رو ندارید یا داخل کشور شما پشتیبانی نمیشه کی وای رو تون رو انجام بدید نگران نباشید کلی آپشن دیگه هم بعدا اضافه میکنیم به زودی حالا قراره که کلی اسم ولت ببینیم پس نیازی به نگرانی نیست 99 درصد مشکلی داخل برداشتش نخواهیم داشت امیدواریم بلاکچین تان خودشو برسونه و تان از اینی که هست قوی تر بشه مثل داگز نباشه که با کلی نظر و نیاز باید برید داخلش تا اجازه برداشت بد بده خب یه خبرم از داگز بهتون بدم اسم داگز اومد طبق آخرین اطلاعی که ما داریم مشکل صرافی ها تقریبا حل شده چه داخلی چه خارجی این تان کوینه دیگه راحت داره میره مشکل تو است الان یعنی خود بات داگز دکمه کلیمش که همش میپره 100 بار این ور کنی تا بیاد تهش میخوره به این بیزی نتورکه اینم بچه قابل حل بود حالا یه ویدیو کامل در مورد حل این مشکل من براتون دارم من بهتون قول میدم این اردراب دست ما بود یعنی ما تو تیم پخش کنندش بودیم همتون راحت بهتون کویناتون میرسید بدون یه مشکل بدون بامبول مون تیمش اینجا واقعا رو بازی نکرد تیمش هم خوب به روز رسانی نمیده میگه آقا چند نفر برداشت کردن چند نفر موندن اما یه خبری که داده بود مثل اینکه تیکه تیکه داره باز میکنه برای بقیه یعنی اول که شروع شده بود شانسی بود اما الان مثل اینکه داره قسمت قسمت میکنه مثلا نمیدونم 5 میلیون نفر امروز 5 میلیون نفر فردا یا یه میلیون یه میلیون خلاصه تیمش واقعا داره اینجا ضعیف عمل میکنه خبر نمیدن که دقیقا برنامهشون چیه هیچ خبری هم فعلا از این نیست که آقا دیگه تمام شد نتونی انجامش بدی نه این صحبت ها نیست فعلا مهلت داره همون تو ساعت تقریبا 7 تا نه صبح برید امتحانش کنید ببینید اجازه برداشت بالاخره میده یا نه برای یه سریا میده یه نمیده یعنی کامنت های ویدیو همین دیشب رو بخونید یه سری شانس میارن جواب میده یه سری هم جواب نمیده ما واقعا نمیدونیم دیگه چه جور داره خودش محاسبه میکنه اما نگران نباشید بعیده که به این زودیا جمع بشه نه همچنان ادامه داره و یه نکته هم بهتون بگم تو زمان برداشت نات کوین ما همچین مشکلاتی رو نداشتیم نات کوین هم خیلی ارتراپش بزرگ بود دیگه 11 میلیون نفر همه اومدن برداشت کردن اما شبکه تان انقدر به مشکل نخورد که داگز اینجور ترکوندش اینو کامل براتون باز میکنه. که چرا این اردراب اینجوری شد اما نات کوین هیچ مشکلی نداشت خب دوستان امیدوارم لذت برده باشید همستر رو یک کم دیگه تحملش کنید البته این قسمت اول اردرابه یه دونه اردراپ دیگه هم داریم بله دیگه باید در نظر بگیری که حالا ببینیم اولی شجور پخش میکنه خوب بود سری دومش بیشتر وقت میذاریم برای بچه که تو داگز همچنان مشکل دارن مثل همیشه بهتون میگم صبر یعنی هیچ کار دیگه از دستتون بر نمیاد بلاکچین تان الان مشکل داره مشکل خرید تانکوین خیلی هاتون هر شده یعنی 99 درصد من کامنتارو رو میبینم میگن آقا دیگه تانه رو گرفتیم الان مشکل اینه که لامصب از خودش نمیشه برداشت کرد این فقط بونده که اینم دیگه واقعا دست بلاک چین دیگه دسته من و تو که نیست دست صرافیا نیست بلاک چین ترکیده بستر یا زنجیره ای که باید از تو پشتیبانی کنه که تراکنشات در لحظه جابجا ن ساعت داره طولش میده اینجاست که متوجه میشی اتریوم چه طلاییه که در لحظه کمتر از یه ثانیه تراکنش انجام میده پالیگان همینجوری جوری همینجوری اونا رو باید واقعا قاب گرفت البته البته اگر 5 میلیون نفر یه جا مثل این بخوان توش یه چیزی رو برداشت کنن که ما 5 میلیون نفر رو نباید در نظر بگیریم خیلی عدد از این بیشتره هر کسی که داره داخل بلاک خرید و فروش میکنه نهنگا هر دارن میخرن خیلیا دارن تریدش میکنن همه اینا حساب میشه یعنی عدد 5 میلیون برداشت کننده رو ول برو تو 150 200 شاید 300 میلیون تراکنش همزمان ام امیدوارم که هرچه سریعتر اینا همه برداشت کنن از این مسخره بازی ها دست بکشه تیمش هم یه دو سه تا بیانیه بده داره دقیقا چی کار میکنه حرفی هم نمیزنه که تیمش هم تو این اردراب خراب کاری کرد اینو بعد براتون باز میکنم نظر بذارید تا ویدیو بعدی که بشه روند جدید ویدیوهای کانال دتک دوستتون دارم یا علی خدافظی